در نزدیکی روستایی که ملا نصرالدین در آن زندگی می‌کرد، مکان مرتفعی بود که شب‌ها باد شدیدی در آن می‌آمد و فوق‌العاده سرد می‌شد. دوستان ملا به او گفتند: ملا، اگر بتوانی یک شب را تا صبح بدون آنکه از آتشی استفاده کنی در بالای آن تپه بمانی، ما یک سور به تو می‌دهیم، وگرنه تو یک مهمانی مفصل به همه ما بده. ملا قبول کرد. او شب با آنجا رفت و تا صبح به خود پیچید و سرما را تحمل کرد. صبح که شد به ده برگشت و به دوستانش گفت: من برنده شدم و باید به من سور بدهید. آنها گفتند: از هیچ آتشی استفاده نکردی؟ ملا گفت: نه، فقط در یکی از دهات اطراف نوری از پنجره به چشم می‌خورد و معلوم بود شمعی در آن روشن کردند. گفتند: همان آتش تو را گرم کرده؟ بنابراین شرط را تو باختی و باید مهمانی بدهی. ملا قبول کرد و گفت: فلان روز نهار به منزل من بیایید. دوستان یکی یکی آمدند، اما خبر و نشانی از نهار نبود. دوستان ملا گفتند: ملا، انگار نهاری در کار نیست. ملا گفت: چرا؟ ولی هنوز آماده نشده است. دو سه ساعت دیگر هم گذشت، باز خبری از نهار نبود. ملا گفت: آب هنوز جوش نیامده که برنج رو درونش بریزم. دوستان با کنجکاوی با آشپزخانه رفتن تا ببینن چرا آب جوش نمی آید. آنها دیدن که یک دیگ بزرگ به تاق آویزان است و 2 متر پایین تر یک شمع کوچک در زیر دیگ نهاده شده. رو به ملا گفتن: ملا، این شمع کوچک که نمی تواند از فاصله 2 متری یک دیگ به این بزرگی را گرم کند. ملا هم در جواب گفت: چطور از فاصله چند فرسخی میتوانست مرا روی تپه گرم کند، اما حالا از فاصله 2 متری نمیتواند؟ شما بنشینید تا آب جوش بیاید که غذا را آماده کنم. نتیجه: دیگران را با همان متری متر کنید که دوست دارید متر شوید.